سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. حکومت فقیه بار دیگر انتخابات درون حکومتی خود رو برگزار میکنه. میدانید و همگان میدانند که این انتخابات نه در جستجوی رأی مردم، بلکه در جستجوی حضور مردم هست، در جستجو و تلاش برای آرایش ویترین حکومتی است که ارزشی برای دموکراسی قائل نیست، اما ملتمسانه رهبر آن از مردم می‌خواهد که به پای صندوق‌های رأی بروند. اگر ایران را دوست دارند و حتی مخالف حکومت هستند، در انتخابات حاضر شوند. ایران دوستی معادل رأی دادن به نمایندگان حکومتی شده. الیاس حضرتی و دیگران. و از مخالفان خواستند که به پای صندوق‌های رأی رفتن، سخنیش که تاکنون از هیچ دیکتاتور و مستبدی شنیده نشده. حکومت فقیه بر رأی و آرای مردم تکیه ندارد. این پرسش همیشه بوده است که در نظامی که نظام نیست، در حکومتی که حرف آخر از آغاز تا پایان رو ولی فقیه میزنن، چه جای رأی مردم، چه جای انتخابات؟ شورای نگهبان قانون اساسی فقیه گروهی رو برمیگزیند و پیش روی مردم قرار میدهد تا آنان از میان این دستچین شده‌های ولایت مدار تنی چند رو روانه مجلس ولایت بکنند. نکته این که در گزینش اخیر بسیاری از آنان که پیشتر برگزیده شده بودند رد صلاحیت شدند، همچنان که رؤسای جمهوری پیشین حکومت. این حکومت خود تأیید کرده و می کند که بسیاری از مسئولان پیشین در حد ریاست جمهوری صلاحیت شغل خود رو ندارند. اما پاسخگوی این مطلب نیست. پس چگونه بوده است که 8 سال یا 4 سال زمامداری کشوری به او سپرده شد؟ از محمد خاتمی گرفته رفسنجانی پیشتر، احمدی نژاد بعد. در هنگام انتخابات ولایت مدارانه جلوه های نمایشی این سو آن سوی کشور بسیار دیده می شود، حتی در حد ابتذال. گوشه ای از این جلوه های ولایت مدارانه برگزیدگان شورای نگهبان فقیه. و به هنگام انتخابات ولایت مدارانه نه تنها طره موی دختران ایران به کار می آید و آزادی پس رفتن اندکی حجاب مندرآوردی ولایت که کراوات هم به کار می آید. گوشه دیگر از نمایشات انتخاباتی ولایت مداران. مالک
شدی شدی ولایت امری کنی شدی بالا بالا اشتا بالا بالا دوالای براتر بالا مشکل دیونا مشکل مشکل بازی مشکل در نیمه نخست برنامه میپردازیم انتخابات پیشروی حکومت فقی. میهمانان ما خانم میترا جشنی خواهند بود، فعال سیاسی از هلند و از استکهلم، از استکهلم سوئد. آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با درود و سلام به دو میهمان گرامی، به اتفاق آقای اعتمادی به هلند میریم، خانم میترا جشنی، با این پرسش که نگاه شما رو به انتخابات، به انتخابات پیش رو جویا هستیم، چه میبینید؟ چشمنداز رو چگونه میبینید؟ آیا باز مردم اونگونه که در انتخابات پیشین بودن شرکت داشتن قابل پیش بینی هست بعد از رویدادهای اخیر باز هم به پای صندوق‌های رأی برن؟ درود میگم و همینطور وقت بخیر خدمت بینندگان برنامه‌تون و همینطور مهمان گرامیتون آقای اعتمادی. من فکر میکنم که مسئله‌ای که الان در انتخابات اخیر اتفاق افتاده بسیار متفاوت هست نسبت به دوره‌های قبل‌تر و اون در حقیقت چهره برداشتن حکومت از صورت خودش و برداشتن نقابی هستش که سالها با عنوان اصلاح طلبی و رفرم از داخل تلاش داشته یه مقداری از افرادی رو که مخالف سیاست‌های تندروش بودن جذب بکنه و اینها رو وادار بکنه که در اون شوی حکومتی خودش شرکت بکنن. این بار اتفاقی که افتاد در آبان 98 و بعدتر با اتفاقی که در دیما برای هواپیمای اوکراینی افتاد و 176 نفر از سرنشینان این هواپیما توسط حمله موشکی سپاه جانشون رو از دست دادن، که در بین این افراد همچنین کسانی بودند که قبلتر در همین انتخابات فرمایشی رژیم شرکت می‌کردند و حتی گاهن تبلیغات این رو می‌کردند. ثابت کرد به مردم که جمهوری اسلامی خودی و ناخودی نمی‌شناسه و اون زمانی که نیاز داشته باشه برای خودش یه پروتکلی درست بکنه، نیاز داشته باشه که از منافع خودش دفاع بکنه، حتی حاضر هست افرادی رو که حامیش هستن و در کنارش هستن قربانی بکنه برای اینکه به دوام و بقای خودش ادامه بده. من فکر میکنم این دفعه انتخابات بسیار متفاوت باشه، چنانی هم که میبینیم خیلی از افرادی که در دوره‌های قبل‌تر طرفدار جناح‌های مختلف حکومتی بودن و بلاخص جناح اصلاحات در این دوره هشتگ هایی رو دارن در فضای مجازی منتشر میکنن و یا در صحبت هاشون دارن انتخابات رو تحریم میکنن، ولو حتی برخی از فعالین مدنی که به نوعی به فعالین مدنی اصلاح طلب در گذشته معروف بودن ولی الان از داخل زندان های خود رژیم دارن این انتخابات رو تحریم میکنن. آقای اعتمادی، این حکومت اساساً خب بسیار روشنه که رأی مردم چندان اهمیتی براش نداره. اون چیزی که در انتخابات میخواد شرکت مردم هست برای اینکه ویترین بسیار جذابی تدارک ببینه برای کشورهای اروپایی، آمریکا و جاهای دیگه. شاید به همین دلیل هم است که آیت الله خامنه ای که از مخالفین حکومت هم خواسته که بیان و رأی بدن. واقعاً به همین منظور هست یا این یک تفسیر یا نگاه مغرضانه است به انتخابات حکومت؟ اجازه بدید ابتدا خدمت شما خانم جشنی، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض کنم. من فکر می‌کنم که اون چیزی که برای آقای خامنه‌ای و سایر سران حکومت اسلامی ایران مهمه همواره حضور مردمه.
حضور مردم در هر موقعیت و به هر بهانه‌ای همواره تبدیل شده به یک اقدامی که نوعی مشروعیت رو برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میاره. با توجه به بحران‌های گوناگونی که حکومت اسلامی ایران اکنون باهاش روبروست، چه در عرصه مسائل منطقه‌ای و چه در عرصه بین‌المللی، طبیعتاً آقای خامنه‌ای تلاش خواهد کرد که حضور مردم رو، نه رأی مردم، چون رأی مردم رو اینها میتونن صندوق‌ها رو با رأی‌های تقلبی پر بکنن. مسئله مهم برای اینها حضور مردمه، یعنی حضور در صف رأی دهندگان، در خیابان‌ها، در 22 آبان و مراسم‌های گوناگونی که تا به حال شاهدش بودیم. تلاش کردند که به بهانه‌های مختلف و با تشویق‌های گوناگون، از دادن مواد غذایی گرفته تا به اصطلاح وعده‌های دروغین، این مردم رو به خیابون‌ها بیارن و طبیعتاً فرهنگی که جمهوری اسلامی ایران در طی 40 سال گذشته تونست در جامعه را بیاندازه، مردم رو مرعوب بکنه، بترسونه و به طرق گوناگون اونها رو به مناسبت‌های به خیابون‌ها بیاره. و ما دیدیم که در 22 بهمن اینها با اینکه دو بهانه داشتن، یک بهانه در رابطه با مسئله 40مین درگذشت آقای قاسم سلیمانی بود که با کمال تعجب دیدیم که هیچ اثری از قاسم سلیمانی در این مراسم نشون داده نشد، ولی با این وضع دیدیم که در با آمارهایی که منتشر شده در کل تهران 9 میلیون نفری، نزدیک به 9 میلیون نفری، نزدیک به 300 هزار نفر تو این مراسم شرکت کردن. آقای خامنه‌ای به شدت نگرانه که اگر در رابطه با مسئله انتخابات همین وضعیت پیش بیاد، این مشروعیت کاذبی که در طی این سالها با حضور مردم در مراسم انتخابات داشته رو از دست میده. اهمیت این قضیه هم به این خاطره که جهان از دست حکومت اسلامی ایران خسته شده. تهدید، زبان زورگویی و تشنجاتی که در تمام این سالها به وجود آورده در منطقه و تهدیدی که برای جهان داره به نوعی شکل میده، به هر حال باید تصمیماتی در خصوص این رژیم گرفته بشه. من تصورم بر اینه که تمام تلاشایی که اکنون داره صورت میگیره فقط برای اون حضوری است که به صورت کاذب بتونه مشروعیت آقای خامنه ای و حکومت اسلامی رو بار دیگر به وجود بیاره. خانم جشنی، اونطور که آقای اعتمادی میگه، واقعا جهان از جمهوری اسلامی خسته شده به خاطر رفتاری که داشته و کرداری که داره، یا همچنان به مماشات ادامه میده؟ من صحبت‌های آقای اعتمادی رو تایید میکنم و نه تنها من، حتی سران خود جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدن. در حاشیه نشست مونیخ ظریف در مصاحبه‌ای که داشت رسما اعتراف کردش که آمریکا حاضر نیست که به میز مذاکره برجام برگرده، فقط به این علت که فکر میکنه رژیم ایران در حال فروپاشی هستش. چندی قبل یکی از فعالین سیاسی و سیاستمداران آلمانی اعلام کردش که اگر ما بخوایم که خاورمیانه رنگ صلح رو ببینه، باید جمهوری اسلامی بره از منطقه، و این یه واقعیت هستش. من فکر میکنم دیگه بر هر کسی پوشیده نباشه عدم سلامت جمهوری اسلامی و جنایت‌هایی رو که در این چند سال از بعد به تولد و از بعد به آغازش مرتکب شده. امروز 29 بهمن ماه هستش، دقیقاً 16 سال پیش در چنین روزی قطاری از ریل خارج شد در نیشابور که انفجاری در اون اتفاق افتاد، نزدیک به 350 نفر از هموطنان ما در اون انفجار کشته شدند و 460 نفر زخمی شدند. چه موادی در این قطار حمل می شد که برابر با 180 تن TNT عمل کردش؟ هیچ وقت جمهوری اسلامی پاسخ به این پرسش نداد و اون موقع هم فضای اجتماعی و سوشیال مدیا اونقدری اکتیو نبود که اونها رو کسی وادار به پاسخگویی بکنه. این رژیم، یعنی من فکر میکنم رفتن جمهوری اسلامی یک ضرورت هست، نه یک گرایش و خواست بخشی از جامعه. خب خانم جشنی، یعنی اون قطار نیشابور که منفجر شد، به این یکی از دلایلی است که الان عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی در مورد، یکی از دلایل خسته شدن جامعه جهانی است. حالا که ما میبینیم بعد از فجایعی مثل نیشابور و جای دیگه هم چون ادامه دادن جامعه جهانی،
روابطشون رو با حکومت ایران. بله شما درست میگید، به هر صورت حکومت ها و دولت های مختلف قطعا اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن منافع شخصیشون هست و بعد دیگه‌ای که بلخص اروپایی ها به اون نظر دارن این وجه امپریالیست ستیزی و ضد آمریکایی بودن برخی از این دول اروپایی هستش و این منافع مشترکی رو که مثلا کشورهای آمریکای جنوبی یا دولت‌های اروپایی در این بخش ایدئولوژیک با ایران دارن همراهی می‌کنن. اما به هر صورت این موج پناهنده‌ای که وارد کشورهای اروپایی داره میشه، جنگ‌های نیابتی که باعث میشه به هر حال تشعشعاتش به کشورهای غربی هم برسه و حالا با ورود مهاجرین و یا بیماری ها و یا مشکلاتی که دست به گریبان میشن این مناطقی کشورها به نوعی درگیرش میشن، باعث شده به عدم سلامت این حکومت پی ببرن. به هر صورت دیدید که در این حادثه اخیر موشک پرانی سپاه فقط ایرانی ها نبودن که آسیب دیدن، برخی از شهروندان اوکراینی و کانادایی هم جانشون رو از دست دادن. من فکر میکنم واقعا اگر جهان بخواد به اون آرامش نسبی بلخص در منطقه خاورمیانه برسه و اون ثبات، باید نسبت به جمهوری اسلامی یک موضع کاملا مشخص و شفافی رو بگیره. آنچه رو که خانم جشنی اشاره میکنن، وزیر خارجه آمریکا هم چون این سخنی رو تأکید کرده بود که سرچشمه نارامی های خاورمیانه، اوضاع نارام خاورمیانه در ایران هست و حکومت ایران، اما اشاره کردن به اقداماتی که حکومت ایران کرده، بی اعتمادی جامعه جهانی در سال 1376 بود، در چنین سال که در رستوران میکونوس، در رستوران میکونوس در آلمان در برلین آمدند تروریست های نظامی جمهوری اسلامی و رهبر حزب دموکرات کردستان ایران آقای شرفکندی رو و دو تن از دستیاران ایشون رو به قتل رسوندند. خوشبختانه آقای پرویز دستمالچی که در این نشست بود جان سالم به در برد. به هر حال یکی از قاتلان، طراحان اصلی این قتل، این عملیات تروریستی، کاظم داراوی بود که اخیراً کتاب ایشون در تهران منتشر شده به عنوان کتاب سال. آقای اعتمادی دلایلی رو اشاره کردن خانم میترا جشنی، اما یادمون هست که بعد از ترور میکونوس، رستوران میکونوس، آقای شرفکندی و بقیه آلمان و سپس سفیران کشورهای دیگه اروپایی فرا خوانده شد. آمدن آقای خاتمی اوضاع را عوض کرد به کلی و این مماشات تا به امروز ادامه داشته عمل. دلایل دیگری شما دارید علاوه بر اون چه که خانم جشنی اشاره کردن که جامعه جهانی دیگه روی خوشی نداره با این حکومت؟ من فکر میکنم در دوره آقای خاتمی به هر حال نه تنها اروپا بلکه امریکایی ها و سایر کشورهای دنیا به نوعی این تصور رو داشتن یا این انتظار رو داشتن که شرایط سیاسی در ایران میتونه تغییر بکنه، روابط و مناسبات حکومت اسلامی ایران میتونه به شکل عادی برگرده. در این حال همونطور که خودتونم میدونید بسیاری از این اتفاقات، یعنی ترور مخالفین در داخل کشور و در خارج از کشور، همیشه به نوعی مورد بحث بوده و هر دو جناح تلاش کرده بودند که این نوع اقدامات رو به گردن یکدیگر بگذارن و باید هم گفت در خارج از کشور هم کسانی که تحت عنوان اپوزیسیون فعالیت میکردن، اونها هم یک چنین ذهنیتی رو سعی میکردن که تقویت بکنن و در گزارش هایی که به مسئولین و مقامات دولت های غربی میدادن اونها این رو الغا میکردن که به طور نمونه یک جنای خاصی است که این چنین اقدامات خشونتباری رو انجام میده و اگر شما بتونید به طور نمونه اصلاح طلبان را حمایت بکنید و اونها تقویت بشن و دست بالا رو داشته باشن در حاکمیت ایران، طبیعتاً این مسائل میتونه کنار زده بشه و این خشونت‌ها پایان بگیره. خب همونطور که باز میدونیم در یک دوره‌ای هم این وضعیت پیش اومد، اما به نظر من الان دیگه این چنین نیست. یعنی اون چرا که در ایران داره در اتفاق میفته، چه در عرصه مسائل داخلی
چه در عرصه مسائل بین المللی و منطقه‌ای ما می‌بینیم که حاکمیت جمهوری اسلامی به طور یک پارچه عمل می‌کنه. نمونه‌اش همین آقای ظریف، آقای روحانی که به عنوان بخشن نمایندگان اصلاح طلب‌ها بودند. اما در تمام اتفاقاتی که در طی این سال‌ها در ایران به وجود اومده، ممکنه بعضی جاها ظاهراً با هم دیگه اختلاف سلیقه‌هایی داشته باشند، ولی در نهایت وقتی سر تصمیم گیری کلانه، همه اینها یک صدا خواهند شد. همین مسئله پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری، خب شما دیدید در طی 4 روز نخست همه اینها سکوت کردند، با هم دیگه هماهنگی کردند. مقامات دولتی و مقامات نظامی به مردم و به دنیا دروغ گفتند که این به اصطلاح در اثر یک اشکال فنی بوده که در هواپیما وجود داشته. ولی وقتی فشارهای بین المللی بیش از حد شد و سوالهای مردم به هر حال به طور جدیتر مطرح شد، مجبور شدن که عقب نشینی بکنن، بگن. تو همین مصاحبه ها، تو همین گزارش هایی که از سوی تمام این مسئولین حکومتی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و دولتی و نظامی داده شده، باز میبینیم که همشون دارن این دروغ بزرگ رو توجیه میکنن. در رابطه با کشتار 1500 نفرم در جنبش آبان ماه هم همین کارو کردن. آقای روحانی همین دیروز در سخنرانی خودشون، خبرنگار ازش میپرسه که چرا آمار کشته شده ها رو نمیدید، میگه که این رو پزشکی قانونی باید بده. پزشکی قانونی میگه که دولت باید اعلام بکنه، دولت میگه که شورای امنیت باید عمل بکنه. خب همه این کارا رو آقای اعتماد، تمام این کارا طی این 41 سال انجام شده و باز مثلا دیدیم که مماشات هر پر سر اینه که در حال حاضر واقعا اونطور که شما گفتید جامعه جهانی، یا که منظور جامعه آزاد هست، کشورهای اروپایی، سوئدی که شما درش هستید، وزیر خارجه ای که به ایران میره چارقد سر میکنه و بسیار دست لابی جمهوری اسلامی رو باز گذاشته، الان دیگه به این نتیجه رسیدن که خیر، سودی نداره حمایت مسالمت. این رو به چه دلیل میگه؟ ببینید الان کره جنوبی، سامسونگ و الگه که دو تا برند الکترونیک به پرفروشه، ببینید کره جنوبی در ایران سودای میلیاردی داره در طی سال، الان رابطهش رو قطع کرد. همین کشور سعودی که شما مثال میزنید، تو عرصه ساختن ماشینالات صنعتی و کشاورزی و کامیون در ایران سرمایه های کلانی داره، روابط اقتصادیش متوقف شده. رنو فرانسه همینطور، تمام به اصطلاح تولیدات صنعتی در ایران از سوی کمپانی‌های بزرگ جهانی، چه اروپایی که بیشتر اروپایی بودن و چه حتی ژاپنی، همه اینها، حتی چینیا به یک معنا تحت تاثیر این فشار بین‌المللی هستن، قادر نیستن در ایران کار بکنن، سودهای بسیار کلانی رو دارن از دست میدن. بنابراین این نشان دهنده نارضایتی جهان در برابر سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامیه و اونها باید تکلیف رژیم رو روشن بکنن. من عرض کردم خانم جشنم به همین شکل اشاره کردن، ادامه این وضعیت نمیتونه جهان رو راضی نگه داره مگر اینکه حکومت اسلامی ایران بر اساس همون شرایطی که وزارت امور خارجه امریکا از مدت‌ها پیش تعیین کرده، شرایط خاصی رو باید بپذیره تا اینکه این قضیه حل بشه. هیچ نشانه‌ای از پذیرش این شرایط هنوز دیده نمیشه. خانم جشنی، همونطور که شما اشاره کردید، آقای اعتمادی اشاره کردن، کشورهای برخوردار از دموکراسی روی خوشی چندانی دیگه مثل سابق ندارن با جمهوری اسلامی. خب آمریکا پیشاپیش همه این کشورها، از زبان رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه، مسئول پرونده ایران مثل آقای برایان هوک و بقیه میشنویم این موضوع رو. حتی رئیس پیشین شورای امنیت سازمان آمریکا آقای جان بولتون هم که ترامپ خیلی میونه خوشی اواخر نداشت، باز به تازگی گفته راهی جز رفتن این حکومت نیست. از یه همچین فضایی که به وجود اومده، مردم ایران و مخالفان حکومت ایران آیا میتونن بهره برداری کنن؟ اگر مثبت چگونه؟ بله قطعا میتونم بهره برداری کنم و من فکر میکنم که این روند هم به نوعی آغاز شده.
از ماها قبل آقای برایان هوک به عنوان مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه امریکا که پیش قدم در این قضیه شدن برای ملاقات با مخالفین جمهوری اسلامی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، بلخص اون اپوزیسیونی که به هیچ عنوان با مماشات با جمهوری اسلامی موافق نیست و خواهان رفتن این رژیم هستش از در حقیقت اریکه قدرت، و در کنار اون کشورهای اروپایی البته جناح‌های مختلفشون و گروه‌های مختلفشون، نه شاید اصل دولت مردانشون، ولی در اخبار و در رسانه‌ها می‌بینیم که هر چندگاه یک بار فعالین مدنی و سیاسی با این دولت مردان ملاقات‌های انجام میدن. در یکی از همین دیدارهایی که من خودم با چندی از نمایندگان پارلمان هلند داشتم، شاید برای نخستین بار، چون قبلا هم من تلاش میکردم که با اینها صحبت بکنم، ولی کاملا به حرفهای من گوش دادن، به اون اسلایدها و فیلمهایی که نمایش داده شد گوش دادن، گاهن تایید کردن که باید تغییرات اساسی اتفاق بیفته در ارتباط با حکومت ایران. چندی قبل دیدیم که یک موجی از اخراج دانشجویانی که وابسته بودند به جمهوری اسلامی و هدفشون از حضور در دانشگاه‌های اروپایی در حقیقت تحقیق و تفحص بود در اموری که اینجا داره اتفاق میفته به صورت سری و جاسوسانه و از طرفی تاثیرگذاری بر سیاست‌های کشورهای اروپایی در ارتباط با جمهوری اسلامی. اینها اخراج شدن و برخی از اینها فعالیت‌هاشون محدود شد، دسترسیشون به منابع در اینجا محدود شده. من فکر می‌کنم این همون راهی باشه که با تلاش اپوزیسیون و گروه‌های مخالف از رژیم، مخالف رژیم در خارج از ایران و همینطور فعالین مدنی و سیاسی در داخل ایران داره شکل می‌گیره. به هر صورت تغییر سیاست‌های دول غربی میتونه بسیار مؤثر و تاثیرگذار باشه در تضعیف جمهوری اسلامی و همینطور رشد قدرت مردم در داخل برای ایجاد تغییر. آقای اعتمادی، اونطور که شما اشاره کردین و خانم جشنی، منافع ملی مردم ایران و ایران همسو شده با مسائل و منافع کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا. اگر چنینه، از این همسویی و همراهی به هر شکلی که هست تفسیر شما رو میشه، چگونه میشه بهره برداری کرد در جهت منافع مردم ایران؟ کمتر از 3 دقیقه وقت. ببینید، همطور که میبینیم کمپین نبه انتخابات جمهوری اسلامی و نبه جمهوری اسلامی هیچگاه در طی 41 سال گذشته تا این اندازه پرقدرت نبوده. حتی احزاب سیاسی داخل کشور که همیشه به نوعی موضع محافظه‌کارانه‌ای در مورد این قضیه میگرفتن، رسما اعلام کردن که در این انتخابات شرکت نمیکنن و اون رو تحریم میکنن. ادامه چنین وضعیتی طبیعتا یک نوع هماهنگی و همسویی بین احزاب و گروه‌های سیاسی و به ویژه بین ایرانیان و بین فعالان سیاسی و مدنی به وجود میاره و تأثیر مستقیمش رو بر روی ذهنیت هم میهنان ما خواهد گذاشت. طبق شواهد موجود، همونطور که هممون میدونیم، در نظر سنجی هایی که صورت گرفته، نزدیک به 80% مردم ایران در این انتخابات شرکت نمی کنن و خیلی هم طبیعی است که شرکت نمی کنن. همین اتفاقات اخیر هزاران، شاید صدها هزار خانواده و اطرافیان قربانیان جنبش آبان ماه هواپیمای مسافربری رو جریحه دار کرده و اینها دیگه به هیچ عنوان خوشبین نیستن. موضع‌گیری، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مردم ایران رو متقاعد کرده که این رژیم مشروعیت نداره و مانند گذشته نمیتونه مورد توجه جهانیان قرار بگیره. در نتیجه در یک هماهنگی وسیع و گسترده و با سازماندهی هرچه بیشتر، من فکر میکنم که ماهای آینده ماهای اعتراضات جدیست در برابر جمهوری اسلامی ایران و شرایط روز به روز به نفع مردم و به نفع آزادی خواهان و دموکراسی خواهان ایران بهتر و بهتر خواهد شد. بله، اشاره کردن. من پوسترها یا عکسایی رو دیدم، نوشتهایی رو دیدم که هر رأی که به صندوق ریخته میشه در ارتباط با آبان ماه گذشته گلوله است که به قلب جوان دیگری در ایران شلیک خواهد. تقویت حکومت هست در نمایش انتخابات و نهایتاً
گلوله‌ای است که جوانان ایرانی رو رد می‌رسونه. سپاس بسیار از شما آقای حسن اعتمادی در استکهلم سوئد و با سپاس از شما خانم میترا جشنی در هلند. امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. پیش از انقلاب اسلامی ایران یکی از مراکز جلب جذب و به اصطلاح مراکز مهم توریسم، جهانگردی، گردشگری در خاورمیانه. مناطق دیدنی ایران، آثار باستانی و آثار تاریخی ایران در شهرهای مختلف در جنوب ایران، شمال ایران، شرق، غرب، مناطق مرکزی ایران، از تبریز، اصفهان، کرمان و خوزستان تا گیلان و مازندران بودند. هزاران هزار گردشگر که آزادانه از کشورهای مختلف به ایران می اومدن و یکی از منابع درآمدهای مالی ایران بود، درآمدهای غیر نفتی ایران. ایران پس از انقلاب به مرور این جذابیت رو از دست داد. گردشگرانی که به ایران رفتن با مشکلات بسیار روبرو شدن. برخی از اونها حتی به زندان فرستاده شدن. زنان مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفتن از کشورهای مختلف. به هر حال شما عزیزان بهتر میدونید، به خصوص در شهرهایی مانند اصفهان و کرمان و شیراز، بهتر از هر کس در جریان هستید که وضعیت توریسم به چه روزی در آمد و حتی گردشگران داخلی ایران رو هم از این ضرب و شتم‌ها و اهانت‌ها بی نصیب نگذاشت. مناطق شمال، دریای شمال هم بی بهره نشد. دریایی که پیش از بخششان به روس‌ها و اطرافیان دریای شادی بود پیش از انقلاب، اما میدانید و میدانیم که به چه روزی افتاده است اوضاع در سواحل دریای خزر. در ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت با آقای افشین افشین‌جم که بیشتر شما عزیزان ایشون رو به عنوان فعال سیاسی میشناسید، فعال حقوق بشر میشناسید، اما تخصص و کارشناسی ایشون در عرصه توریسم هست، گردشگری هست، از مدیران نسل تازه و جدید ایران، از نخستین کسانی بودند که مدیریت هتلداری رو دورهای و تحصیلاتشون رو در این زمینه به پایان بردن و مدیر پیشین هتل اینترکانتیننتال در ایران، در تهران با ما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. و این پرسش که حکومت فقیه بر سر توریسم، گردشگری در ایران چه؟ تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای افشین افشین‌جم در تورنتو، کانادا. درود دارم جناب چلنگی، خوشحالم در خدمتتون هستم. با سپاس از شما این پرسش رو داریم. ببینید، انقلاب خب در عرصه‌های مختلف پیامدهایی داشت که مردم در جریان هستن، بینندگان ما. شما اگه بخواید به عنوان یک کارشناس وضعیت توریسم، گردشگری در ایران رو که یکی از منابع درآمد غیر نفتی ایران بود، با الان مقایسه کنید، 41 سال بعد از انقلاب، به ما چه خواهید گفت؟ ببینندگان تفسیر خبر چه خواهید گفت؟ اول که درود دارم خدمت هموطنان عزیزم. پرسش شما جناب چلنگی یک پرسشیه که میشه هفته ها راجع بهش صحبت کرد، ولی موضوعی که الان مطرح است
همطور که احتمالاً هموطنانمون میدونن تا سال 2030 یعنی حدود 10 سال دیگه موضوع نفت و انرژی فسیلی تقریبا میشه گفت از سر سفره کشورهایی که بر این سفره نشسته بودن و هستن تقریبا تمام میشه. برای همین ما میبینیم که عربستان سعودی برنامه های سال 2030 رو داره و کشورهای منطقه و جاهای دیگه‌ای که فکر آینده رو میکنن عرشبت حضورتون که به این مسیر دارن حرکت میکنن. در مورد عرشبت حضورتون مقایسه سالهای قبل از انقلاب و اکنون، ما چیزی که الان داریم، ما یک توریست مذهبی داریم. یعنی الان به عنوان مثال عرض میکنم ما حدود در سال حدود 8 میلیون توریست داریم. این توریست 80% توریست مذهبیه، یعنی از کشورهای دورورمون میاد و اون 20% هم عرشبت حضورتون وقتی به جزئیات این ورودی ها نگاه میکنیم میبینیم که یک تعدادشون فامیل و آشنا و عرشبت که دوست هستن که مهاجرت کردن یا رفتن یا هرچی و بر میگردن. بنابراین اگر بخوایم به صورت علمی بهش نگاه بکنیم، ما توریستی به اون صورت که بخواد بیاد نداریم. البته بعد عرض بکنم این 8 میلیونی که خدمتون عرض کردم رو به کاهشه. از سپتامبر گذشته، یعنی از 6 ماه گذشته تا الان، طبق آماری که الان مجله توریستی نیکی داده، حدود 80% افت داشته و الان آماری که همین سازمان گرفته حدود 80-85% از هتل ها در شیراز، در شمال، در خراسان، خراسان رضوی و جاهای دیگه، مخصوصا به عنوان مثال میگم استان فارس و اصفهان، افت داشته. هتل ها اکنون در شرایط بسیار بسیار بحرانی هستند. هواپیمایی در شرایط بحرانی است. برگردم به پرسش شما، در حقیقت به این صورت میخوام موضوع رو مطرح بکنم. آقای چالنگی، ایران یک کشور کاملا بکری هست، دست نخورده نسبت به تمام کشورهایی که اشاوت که پتانسیل توریست دارن و این پتانسیل توریست اصلا به اون صورتی که ما الان حتی کشورهای دور منطقه خودمون دبی رو نگاه بکنیم که اصلا جاذبه توریستی به اون صورت نداره، ولی براشون جاذبه ایجاد کردن که ما میبینیم که به عنوان مثال قطر ایرلاینز، هواپیمای قطر یا امارات، یکی از 5 تا بهترین شرکت‌های هواپیمایی در دنیا هستن. با تصور بکنیم با 250 یا 300 هواپیمای مسافرتی مقایسه با هواپیمای ملی مثلا حدود 40 تا، و به عنوان مثال حدود 200-250 تا دیستینیشن مقصد برای پرواز و جمهوری اسلامی حدود 40-50 تا مقصد. میخوام برگردم به صحبت اساسی، این که این کشور ما بکره و نیاز به یک دگرگونی از پایه داره که ما بتونیم بر اساس اون 4 میلیون، 5 میلیون، شاید هم بیشتر استخدام بشن. الان جوانای بیکار ما میتونن یک قسمت اعظمشون برن به اون قسمتی که الان خدمتون که عرض کردم که دست نخورده هست. من در خدمتون حتما میرسیم به این که چه میشه کرد. این رو من اشاره بکنم که در عربستان آمدن و طی این 4-5 سال اخیر آمدن و عربستان که بزرگترین به اصطلاح زائران رو داره، در هر سال بیش از حدود 2 میلیون از کشورهای به اصطلاح مسلمان، اکثریتشون مسلمان هستن، به اونجا میرن، آمدن و آثار تاریخی کشف شده رو به جاذبه های توریستی تبدیل کردن.
فستیوال جشنواره‌های موسیقی در عربستان گذاشتن، از موسیقی کلاسیک گرفته تا حتی باله در عربستان، پسی طولانی در جنوب و شمال شرقی عربستان، آثار تاریخی ما مربوط به قبل از اسلام رو، یعنی به این سمت رفتن در کشور محافظه‌کاری مانند عربستان. خب ما اشاره کردن در مشهد توریسم مذهبی داریم، چه توریسم مذهبی، یک فحشای رسمی و حکومتی که من گزارشم در یک نشریه عرب زبان میخوندم که واقعا خوندنش تا به آخر بسیار مشکل بود، که توضیح داده میشد که با کسانی هم گفتگو شده بود که نرخ فحشا در مشهد به مراتب ارزونتر از نظر اقتصادی تا در عراق و جاهای دیگه یا دبی. بله، این موضوع فحشا گفتین اسم بدی برای مملکت ما، برای تاریخ ما با متاسفانه باقی گذاشته و هیچ کسی رو، هیچ فردی رو نمیشه عرشبت که مقصر دونست جز خود جمهوری اسلامی، جز خود آخوندها، به عنوان مثال آقای اعلم الهدا که یکی از باعث و بانی های تشویق صیغه اسلامی یا بهتر بگم فحشای اسلامی هست، و بعدم این بدنامی رو خوشبختانه در فواصل مختلف دیدیم که جوانهای ما در اون منطقه اعتراضاتی رو کردم. امیدوارم که یک روزی بشه که این بدنامی از سر ما برداشته بشه. برگردم به صحبت اولی. بله، ولی این که آقای افشین جوانان این بحث دیگری است، که این که یک روزی بشه، خب قاعدتا باید خود مردم اقدامی بکنن. سکوت در برابر یه همچین مسائلی و منتظر این که اتفاقی در آینده بیفته، خب موضوع به نحوی همراهی هست، کسانی که میبینن در جریان هستن در داخل ایران و زبانی به اعتراض باز نمی کنن، خب به هر حال این وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه. شما اشاره کردین که جوانان میتونن مشغول کار بشن. واقعا توریسم در ایران چه منابعی رو داره؟ علاوه بر آثار باستانی، تاریخی، آثار طبیعی و از شمال گرفته تا حتی کویر لوت، همه اینها میتونه مثل خود این آمریکا دارن در نوادا و جاهای دیگه، از گراند کانیون گرفته تا جاهای دیگه که میرن، بسیار میلیون ها توریست میره. چه منابعی داریم و چطور میتونیم این رو مدیریت کنیم آقای افشین؟ ببینید، من یک جمله معترضه از فرمایش شما رو بگم که مردم چه کار باید بکنن. جمعه آینده، البته فرصتی برای این گزارش نیست، جمعه آینده ما انتخابات داریم. یکی از چیزهایی که میتونن انجام بدن همون رای ندادنه، اون چیزیه که الان آقای خامنه‌ای داره التماس میکنه. البته من از این موضوع میگذرم برای اینکه موضوعی نیست، ولی امیدوارم که در یه فرصتی کوتاهی که به من بدین در این فاصله گفتمان، من یک جمله کوچیک رو راجع به این موضوع عرض بکنم. همین الان بفرمایید. همین الان در خدمت. ببینین، مردم میرن رای میدن برای چی؟ برای کی؟ برای یک کسانی که بتونن نمایندگی این مردم رو در یک مجمعی به نام شورای مذهبی یا هر چیزی هست برن از حقوقشون دفاع بکنن. و من جناب عالی و دیگران که نمیتونیم بریم از خودمون دفاع کنیم، پس باید ما نماینده انتخاب کنیم. وقتی اون نمایندگی رو که میره اونجا نماینده من و شما نیست، این به قول معروف میگن اگر این دیگ برای من نمیجوشه، بذاریم ببخشید پوزش میخوام، این سر سگ بجوشه. برای اینکه ما الان 41 سال هست همینطوری خودمون رو گول زدیم، دورور خودمون چرخیدیم، گفتیم انشالله گربه است، ولی خبری نشده. نتایجی که از آمار مختلف الان دو هفته از آمارهای مختلف از داخل ایران میاد، 80-85% نه خواهند گفت. اگر غیر از این باشه مسلما تقلب هست، کما این که در 88 شده و جاهای دیگه. بنابراین این انتخابات به نظر من یک حادثه تاریخی است که آقای ظریف، آقای روحانی، آقای خامنه ای نیان دو مرتبه در جوامع بین المللی بگن ما نماینده مردم هستیم.
ما 73% رأی آوردیم، بنابراین میتونیم از طرف مردم ایران صحبت بکنیم. اجازه بدین هموطنان عزیز یک بار برای همیشه این 73% رو کم بکنیم، مشت محکمی به آقای ظریف بزنیم که این دروغگویاش حداقل در این مورد با خصوص بتونیم توقف بدیم. من تخیت یعنی همونطور که اشاره کردیم، بله آقای افشین جبه همونطور که اشاره کردید و من هم به این موضوع اشاره کردم که رأی دادن در واقع این که نمایندگانی به یک مجلس حکومتی میرن فرستاده میشن به هر طریقی، رأی دادن معنیش امروز روز دیگه تبدیل شده به این که رأی بدیم تا به اصطلاح توریست زائر عراقی برای صرف جویی مالی هم که شده برای گذران امور شهوانی مکتبی اسلامی دینی هر چی که اسمش بزنیم به مشهد بیاد، یعنی تایید فحشای تحت مدیریت علم الهدا و گروه او در مشهد. رأی دادن معنی بلافاصلش یعنی رأی دادن به این که همچنان دختران ایران به جنوب خلیج فارس، امارات، اربیل و ترکیه صادر بشن، یعنی کودکان ایران به فروش برسن. رأی دادن به گفته عزیزانی در داخل کشور یعنی شلیک گلوله دیگه، اینها به قلب و سر جوانان دیگری از ایران. اینها همه تعابیری هست، تعبیرهایی هست از آنچه که در ایران میگذره، نه غرضی نه بزرگ نمایی هست، باستاب واقعیتی است، به وضعیتی رأی دادن که شاهدش هستیم. پرسش من برمیگردیم به پرسش پیشین آقای افشین جم، چون این وضعیتی که نباشه چه میشه کرد برای اینکه توریسم به یکی از منابع درآمد بالای ایران تبدیل بشه با این همه جذابیت هایی که از جنوب تا شمال داره آقای افشین؟ یه مثال کوچیک بزنم آقای چالنگی. هندوستان حدود 50 میلیون نفر فقط تو قسمت توریسمش کار میکنه. 9.1% از جی دی پیش که درآمد ارشد سرانه هست توسط او میشه. البته هندوستان اصلا نزدیک به هیچ کدوم از این کشورها نیست. من اینو به عنوان یک مثال گفتم. اولین کشوری که توریست داره حدود 90 میلیون توریست بیاد، اونم فرانسه است. حالا ما از این بگذاریم. درآمدی که ما میتونیم داشته باشیم به نظر من با آماری هم که الان هست میشه در نشست‌های مختلف راجبش صحبت کرد، توریست که میاد برای عرشبت حدود دیدن جاذبه های اون کشور هست، فرهنگش هست. ما الان توریست های کاتگوری های مختلفی داریم، توریست برای این همینه که الان خدمتون عرض کردم هست، توریست مذهبی داریم، توریست عرشبت که پزشکی داریم و توریست فرهنگی داریم. شما در قسمتی از فرمایشتون در صحبت قبلی راجع به توریست هایی که برای کارهای ورزشی میان، مسابقات اتومبیل رانی میان، مسابقات تنیس میان، فوتبال میان، مسابقات جهانی هستن، اینا تمام اینا کوچیک کمک میکنه به اون توریستی که ما گفتیم. به عنوان مثال میگم در سال حدود 3000 نفر برای توریست، اگر اسمشو بذاریم توریست پزشکی میان، تمامشون هم از قسمت منطقه عرشبت حضورت که منطقه خود ما میان و هر توریست پزشکی حدود عرشبت حضورت $3,000 خرج میکنه. توریست معمولی که میاد آماری که ما الان داریم حدود $1,450 خرج میکنه. $1,450 رو ضرب در امون 8 میلیون بکنیم، عرشبت حضورت که یک رقم نسبتا خوبی میشه. ولی ما شاید در ردبندی حدود ردبندی 90 هستیم در کشورهای که توریست میان و این موضوعی که الان خدمت عرض کردم میشه تغییرات اساسی داد. ولی آیا میشه با جمهوری اسلامی همچی کاری رو کرد؟ حالا صحبت همینجا آقای افشین جم، دقیقا همینجا. فرض کنیم شرایطی هست و میگن آقای افشین جم شما بیایید و این توریسم ایران رو اداره کنید،
جهانگردی، گردشگری، هر اسمی که دارید. چه خواهید کرد؟ چه منابع ایران داره و چگونه میشه از اونها استفاده کرد و بیشتر و بیشتر درآمد تولید کرد؟ ببینید، منابعی که هست آقای چالنگی، ما از کویر لوتمون میتونیم استفاده بکنیم، از دریای مازندران خزر استفاده بکنیم، شمال، جنوب، در فواصل در فصلهای مختلف، یعنی در زمستان که اروپایی ها میخوان جای گرم برن، جنوب خلیج فارس، جزایری که داریم، یکی از جاهای بکری که هنوز کشف نشده. تعداد بسیار زیادی از اروپایی ها، مخصوصا اروپای شمالی، به کشورهای شمال آفریقا میرن، تونس، مراکش، جاهای مختلف، ولی در ایران هنوز کشف نشده. کارهای بسیار بسیار زیادی رو میشه کرد، ولی آیا ما میتونیم امنیت بهشون بدیم؟ آیا ما میتونیم بهشون ارتباط رفاه بدیم یا تسهیلات بهشون بدیم؟ اینو توریست برای کجا میره، چیکار میخواد بکنه؟ این چیزهاییست که یه توریست نیاز داره. آیا ما میتونیم نارو بهشون بدیم؟ نه، متاسفانه نمیتونیم بدیم. تا ما نتونیم این امنیت و این رفاه و این تسهیلات رو بهشون بدیم، کار نمیره. من فقط یه مثال بزنم. قبل از انقلاب ما در شغلی که من داشتم برای جلب توریست به کشورهای اروپایی میرفتیم و دعوت میکردیم از آژانس‌های مسافرتی، عرشبت که خاویارم بهشون میدادیم و عرشبت رو که پوستر میدادیم، عکس میدادیم، فیلمشون میدادیم، دعوتشون میکردیم بیان ایران و اون جاذبه‌ها رو از نزدیک ببینن و بعدم میدیدن که چه تسهیلاتی رو داریم برایشون ایجاد میکنیم. ولی اگر قراره که عرشبت که گشت سپاه بیاد جلوی یه خانوم بگیره، جلوی یه آقا رو بگیره، این کارا رو بکنه، اصلا تمام این پولهایی که بعد خرج بشه به نظر من تو جوب آب ریخته شد. بله، قبل از انقلاب، کمتر از دو دقیقه وقت قبل از انقلاب، دفاتر جلب توریست در پایتخت‌های مهم دنیا بود، یعنی مثل لندن، مثل پاریس، مثل در اینجا در نیویورک بود و جاهای دیگه، چون نبود. همینطور، یعنی یک بودجه عظیمی رو داشتیم. الان ما بودجه برای المصطفی داریم، عرشبت طلبه های کشورهای خارج رو دعوت میکنیم، میان اینجا بهشون فقه اسلامی رو یاد میدیم. اون موقع ما میرفتیم مشتری میاریم، یعنی توریست بیاریم برای کشور. برای منابع مختلفی داره. یکی از نکاتی که هست در مورد ایران، طبیعت ایران هست که تقریبا به طور متوسط 30 درجه اختلاف درجه هست، یعنی در زمستون مثلا 10-15 درجه زیر صفر در تبریز و جای دیگه ایران، در جنوب ایران 20 درجه بالای صفر، یعنی جایی میشه رفت حتی اسکی کرد، یه جای دیگه میشه رفت شنا کرد در یه شرایطی که سر و سامانی داشته باشه، چون این نیست آقای کاملا این واقعیت توریست هست. ولی من میخوام یک سرفصل دیگه هم باز بکنم جناب چالنگی، و اونی که وقت ما در کوتاه متاسفانه یه کمتر از یک دقیقه، حدود 8 تا 10 میلیون 12 میلیون بستگی به سالش داره، ما توریست از ایران خارج رفتن. چرا رفتن خارج؟ اون فسیلیتی که نداشتن رفتن خارج خرج کردن، در حالی که ما کشور خودمون آماده هست و لهله میزنه برای داشتن همش چیزی، ما متاسفانه نداریم. البته فرصت کمه، در یک واقعیت دیگه صحبت میتونیم بکنیم. حتما چنین خواهد بود. و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. همیهنان گرامی، بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند کو، زاگرس، تفتان و بینالود و شیرکو در یزد گرامی و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد